سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب، یک بعد از ظهر آفتابی، اما همچنان سرد واشنگتن، با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. در این شماره از برنامه می‌پردازیم به پیامدهای عملیات تروریستی پاریس و به طور کلی به موضوع و مسئله تروریسم و غرب. ستیز آغاز شده میان گروه‌های اسلامی گوناگون و غرب ریشه در کجا دارد؟ چرا در آنچه که جهان اسلام خوانده می‌شود صدایی قدرتمند در محکومیت تروریسم و تروریست هایی که با بیرق اسلام آدم میکشند بر نخواست است؟ آیا انقلاب اسلامی ایران نقشی در برانگیختن گروه ها و امیدهای به قدرت رسیدن در میان گروه های اسلامی داشته است؟ جمهوری اسلامی اساساً چه نقشی در تروریسم در سالهای گذشته، در بیش از 30 سال گذشته ایفا کرده است؟ با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. پرسش‌های بسیاری داریم که با ایشان در نیمه نخست تفسیر خبر در میان می‌گذاریم تا لحظاتی دیگر. آقای شریعت‌مداری سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و به همه بینندگان شما. آقای شریعت‌مداری، در اروپا خب موضوع روز همچنان عملیات تروریستی اخیر پاریس هست و راهپیمایی همبستگی که بسیاری از رهبران اروپا و کشورهای دیگه در اون شرکت داشتن. اساسا اون چی که تروریست اسلامی خونده میشه یا گروه های رادیکال اسلامی، تندرو اسلامی، یا آنچه رو که اخیرا در فرانسه شاهد بودیم، شما ریشه های اینو به طور کلی در کجا میبینید؟ در ستیز با اخلاقیات غربه، با دموکراسی غربه، با تمدن و فرهنگ غربه. صحبت از گفتگوی فرهنگ ها بود، اما میبینیم این گفتگو به شکل داشتی و شلیک گلوله و انفجار و این چیزا در بود. تفسیر شما رو بیشتر ببینید. در سطح های مختلفی میشه قضیه رو تحلیل کرد، ولی خب هر کدوم نتایج خودش رو داره. در سطح فلسفی ممکنه جهان اسلام با غرب در ایده های خودش، حداقل برداشت سنتی از اسلام، در ستیز بوده، و یا در سطح جامعه شناسان مسلمانانی که امروز بالغ بر 8 یا 10% جمعیت اروپا رو تشکیل میدن، ممکنه بعد از 3 نسل زندگی در اینجا هنوز ناراضی هست. اما اون که این ستیز فرهنگی یا نارضایتی اجتماعی رو به ترور تبدیل میکنه، این گروه هایی هستن که در رقابت سیاسی با هم در خاورمیانه دنیا رو به آشوب میکشن. این ایران و عربستان سعودی است امروز، و اگر تاریخ جمهوری اسلامی رو ما تعقیب بکنیم، شروع کننده این رقابت بین اهل تسنن و شیعه تز صدور انقلاب اسلامی به وسیله ایران بوده که این رقابت رو ایجاد کرده. وگرنه
یک حالت نارضایتی صرف یا یک انتقاد فرهنگی به ارزش‌های غربی بدون پول، بدون آموزش، بدون اسلحه، بدون استراتژی، بدون حمایت گروه‌های تروریستی تبدیل به اعمال تروریستی نمیشه. همه اینها مقدماتی میخواد و نمیتوان گفت که صرف نارضایتی یا صرف تخاصم فرهنگی بین مسلمانان و غرب باعث این اعمال میشه. آقای شریعت مداری، ببینید در این 30 چند سال اخیر یک نوآوری هایی شد، حالا به هر حال من میگم نوآوری هرچند بار مثبتی داره، در عرصه بین المللی، در عرصه داخلی در ایران وجود داشت، در جای دیگه هم وجود داشت. و چه بود این نوآوری؟ این که نویسنده در انگلستان خارج از ایران مطلبی نوشته بود، آقای سلمان رشدی، آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد. پیش از اونم ما دیدیم که باز این نوآوری در داخل ایران هست، دیپلمات‌های یک کشوری رو، آمریکا رو، به گروگان گرفتن. آیا اینها به اصطلاح فتح باب نبود برای عملیاتی که بعدها در سطح وسیع‌تری در جای دیگه میبینیم به عنوان یک ابزار بهش نگاه کردن برای هر هدفی که دارن؟ ببینید، هدف قایی همه این عملیات جلب توجه مسلمانان ناراضی و نفوذ در اونها و در نهایت به دست آوردن رهبری اونها و به این وسیله تحمیل هژمونی شیعه و ایرانیان به روایت حاکمان جمهوری اسلامی در منطقه بوده. اونا وقتی انقلاب کردن و این تصور بودن که حاکمان کشورهای منطقه که بر پول بادآورده نفت تکیه دادن و رؤسای قبائلی بیش نیستن، چنان لقن که میتوان اونها رو با مقداری شعار، با جلب توجه مسلمانان، تحریک نارضایتی اونها به آسانی معلق کرد و در این امر بسیار پیش رفتن. در حقیقت شما یادتونه که گروه المهدی در مکه قیام کرد و به تحریک ایران بود. شما فراموش نکردید که ایران در لبنان پایگاه تفنگداران آمریکایی ها رو منفجر کرد، در سودان هم به همچنین، و همه اینها نه به خاطر پایگاه تفنگداران آمریکایی، نه به خاطر فتح مکه، بلکه به خاطر این بود که مسلمانانی را که از نظام سعودی ناراضی هستند، آنهایی را که ضد آمریکایی هستند، تحریک بکنه تا اینکه رهبری جهان اسلام رو به دست. البته چنین کاری نه از سوی غرب بی پاسخ ماند، نه از سوی عربستان سعودی. تحمیل جنگ عراق بر ایران در حقیقت پاسخ مستقیمی بود که به این کوشش‌های ابتدایی جمهوری اسلامی شد. ولی پایان جنگ ایران و عراق، پایان رقابت سعودی و ایران بر سر ایجاد هژمونی در جهان اسلام نبود. در حقیقت دو روایت بسیار منزوی در جهان اسلام، یک روایت شیعی ولایت فقیه و یک روایت وهابی عربستان سعودی، که هر کدام حتی در مملکت خودشون به وسیله اکثریت پذیرفته نشدند، یکی در دایره حکومتگران ایران و روحانیون متنعم از پول نفت و دیگری در شبه جزیره نجد و در بین عده‌ای از قبایل عرب و رد شده به وسیله اکثریت مسلمانان. پول این نکته را آقای کنم بعد پول بادآورده نفت به این دو چنان غرور و چنان امکانی داده که هیچ کدام نمیتوانند از ادعای تصاحب رهبری جهان اسلام بگذارند و این باعث همه گرفتاری است. ببینید، شما وقتی میگید روایت وهابی ایران و عربستان سعودی، من برای روشن شدن مسئله است، منظور شما دولت عربستان سعودی به همون میزانی که دولت یا حکومت ایران پشت قضیه است؟ چون به هر حال عملیات تروریستی دامنگیر عربستان هم شد و حکومت عربستان و هیچ حکومت دیگه در هیچ کشور مسلمانی هیچ وقت به اندازه‌ای که ایران داعیه
جهانی شدن یا اداره جهان رو داره یا اسلامی کردن دنیای اسلام داره نداشتن هیچ دولت و حکومت دیگه ای. ببینید اونا هم فازهای مختلفی دارن. اولا در عربستان سعودی پیشبرد شریعت و پیشبرد حکومت بین علما و خاندان سعودی تقسیم شد و خاندان سعودی بیشتر تسلیم فتاوی علما بودن. یادم سالی که من مکه بودم بنباز دستور داد که همه چیزهایی رو که مهندس شهرستانی با همکاری حکومت سعودی ساخته بود چون بدعت دونست خراب کنند. همچنین فرمان داد که هر کس قائل به کرویت زمین هست کافر. بنابراین نفوذ علما و شاهزادگان پولداری که متعلق به طایفه حکومتگر هستند ولی مستقیما تحت کنترل حکومت نیستند در عربستان هم بسیاره. در ایران هم فازهای مختلفی داشته. در حقیقت از 2001 به بعد، از بعد از جریان هدف قرار گرفتن دو تا برج دوقلو در واشنگتن، ایران هم مقداری در سیاست رسمی خودش تجدید نظر کرد ولی سپاه هرگز این کار رو نکرد. روش ها عوض شد. روش ایران بیشتر از این دوره به بعد دخالت مستقیم و ایجاد یک میلیشیا به سبک حزب الله لبنان در مناطق دوروبر ایران بود و انجام عملیات ایزایی برای اینکه آمریکایی‌ها برن. سعودی‌ها هم اگر نه حکومت که ما اسنادی از اون نداریم به هیچ وجه، ولی به وسیله پولدارها، به وسیله شاهزادگان، به وسیله علمای دینی از کویت و قطر هم به پیدا شدن گروه‌هایی که ابتدا آمریکایی‌ها هم همکار بودن برای مقابله با کمونیسم مثل طالبان، سپس به برروییدن اون به القاعده و بعد از اون جریان داعش، خب کمک مالی کردن. قطر هم این کار رو کرد. قابل فهم و تفسیر هم هست برای اینکه این دوتا هر دو ادعای حکومت بر جهان اسلام رو دارن و دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. نه به هر حال من منظور من آقای شریعت مداری این هستش که در عربستان یا قطر بله کمک هایی میکنه، بله گروهایی در عربستان بودن که سر از تروریسم در آوردن و کشورهای دیگه همچنان که در کشورهای مثل مراکش، الجزایر، لیبی، اما اینی که سیاست رسمی باشه مثلا وزارت اطلاعات قطر یا عربستان یا جاهای دیگه رسما در آدم کشی های شرکت داشته باشن و علنا ادعای دولت عربستان یک دولت محافظه‌کار و به شدت منظمی است در این موارد، خویشتندار هست، سیاست خارجی نسبتا ثابتی داره و عملیات قسمت های نیروهای امنیتیش بسیار پیچیده تره و هرگز به خودش اجازه نمیده که یک تروریسم علنی رو مثل ایران یا سپاه قدس حمایت بکنه. ولی به هر صورت اون چی که مهم هست این رقابت مشهوده، این رقابت منطقه رو به آشوب کشیده و این رقابت رقابتی است که در نهایت به ضرر هر دو هم خواهد. حالا این بحث دیگه ایست که ببینیم آیا رقابت واقعا هست، به یک شکل هست، عمیق هست، تا چه اندازه هست و با چه هدفی هست، چون این که دایره رهبری جهان اسلام رو داشتن و ادعا داشتن یک مرحله از وارد مرحله عمل شدن مرحله حرف دیگری است. اما برگردیم به نکته و نقش عملیاتی مثل گروگانگیری، مثل فتوای قتل سلمان رشدی، مثل ببینید این تروریسمی که الان ما میبینیم علیه شارلی ابدو در فرانسه، این چیز بی سابقه نیست. در ایران ما داشتیم فتوای روحانیت شیعه رو ما داشتیم برای ترور اندیشمند بزرگ ایران آقای احمد کسروی و بقیه مخصوص وزیران دولت های مختلف. ولی با همه این وجود کار ترور کاریکاتوریست های فرانسه هنوز هیچ علامتی از اینکه به حساب ایران نوشته بشه نیست. برعکس شاخه یمنی القاعده مسئولیت اون رو امروز نه بحث من این نیست که حکومت ایران هست، بحث من این هستش که ولی همونطور که عرض کردم این که ایران
از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی صدور انقلاب رو سیاست رسمی خودش قرار داد. اینکه ایران برای جلب توجه اکثریت مسلمانانی که شیعه نبودند مجبور بود در حقیقت چنان به شیپور انقلاب و تنفر بدمد تا توجه اونهایی رو که باش همدین نبودن جلب کنه و حداقل اگر اونها رو شیعه نمی کنه طرفدار حکومت شیعه ایران بکنه، اونها رو وادار به رادیکالیسم می کرد که غرب ستیزی افراطی، ترور در خارج و اعمالی از این قبیل کار اونها بود. فراموش نکنیم که فقط سلمان رشدی نبود، بیش از 186 تن از هموطنان عزیز ما، از بهترین مردمان ایران که مخالفین این حکومت بودند، به ضرب گلوله و دشنه دشقیمان جمهوری اسلامی زندگیشون از دست رفته و بنابراین تا ترور مرحوم شرفکندی، ترور از محورهای اصلی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بود. اکنون شاید مقداری تعدیل شده به خاطر زمانی که در پیش داریم و تبدیل شده به عملیات دقیق‌تر و سریع‌تری که در منطقه برای ایجاد هژمونی میشه، ولی به هر حال در این که ریشه این رقابت باعث این میشه که گروه‌های مثل القاعده، داعش و دیگران امکان رشد و نمو داشته باشند. البته اینا تنها دلایل نیستند. اگر در سطح جامعه شناسی یا فلسفی بحث کنیم دلایل عمیق‌تری وجود داره و وقت داریم این بحث رو خواهیم کرد. اینا دلایل سیاسی است که چرا از یک نارضایتی یا از یک تقابل فرهنگی یا از یک تنفر میشه یک ترور ساخت. تا شما اساسا تنفر به وجود میاد. ببینید آقای شریعت مداری، من برگردم به سوال قبلی، یعنی نکته این هستش، من حرف من این نیستش که جمهوری اسلامی در ترور شالی ابدو نقش داشته یا نداشته، حرف من یه چیز دیگری است. این هست که ترور کسانی که خلاف من می اندیشند بر اساس فتوای روحانیت شیعه در ایران سابقه داره. آقای کسروی، آقای حجیر و سوء قصد های دیگه، حسن علی منصور، شما ببینید یکی از تروریست های به اصطلاح سرشناس، آقای رفسنجانی با افتخار تمام اعلام میکنه اسلحه‌ای رو که در دست محمد بخارایی به وسیله اون آقای منصور کشته شد توسط آقای رفسنجانی تهیه شده. حرف من این هستش که فکر قتل کسانی که خلاف من میاندیشند، خلاف تفکر استنباط اسلامی من میاندیشند، این رو در منطقه، خب جای دیگه هم بوده، من دارم به ایران اشاره میکنم و نقش انقلاب ایران، به هر حال این فکر وجود داشته نداشته؟ بله کاملا. همزاد اسلام سیاسی از دوره ناصرالدین شاه به وسیله سید جمال‌الدین اسدآبادی ترور هست. اولی ترور به وسیله میرزا رضا خان کرمانی ناصرالدین شاه رو هدف گرفت و به همین ترتیب از اون روز تا حال فداییان اسلام در دوره‌ای که در ایران جولان می‌دادن ترورهای مختلفی انجام دادن و به همین ترتیب جمهوری اسلامی متاسفانه در جبهه‌ای متولد شد که ترور در برنامه سیاسیش بود و ادامه داد، مخالفین رو با اون سرکوب کرد، خارجی‌ها رو ترور کرد و متاسفانه در همه اینها هم از علمای انقلابی که در دسترسش بودن فتوای رواداری ترور رو دریافت کرد و این رو به عنوان یک عمل شرعی انجام داد. خب ببینید، امروز روز هر جا عملی انجام میشه، آقای شریعت مدنی، هر جا عملی انجام میشه که گفته میشه که بوکو حرام نیجریه بیش از 2000 نفر رو کشته، گروه زیادی دختران مدرسه رو رفته حمله کرده کشته و بعد برده به اسارت و ازدواج، در عراق داعش همین کار و همین اقدام رو دختران ایزدی رو در معرض فروش گذاشته. وقتی میگیم بوکو حرام چنین میکنه، به عنوان اسلام میگن نه این اسلام نیست، یک اسلام دیگه است، اسلام واقعی.
داعش شدیم، القاعده، طالبان، حوثی‌ها در یمن، آقای خلخالی و بقیه علمای دولتی ایران. چون هر جایی که صحبت میشه میگن اسلام چنین نیست، اسلام واقعی نیست و بسیاری دیگه. حرف من، پرسش من این هست، چرا یک صدای قدرتمندی از جهان اسلام بلند نمیشه که علیه همه این داستان ها باشه؟ چرا غایب هست؟ آنچه که دین واقعی هست، آنچه که مخالف هست، آنچه که خلاف بوکو حرام هست، تا داعش، تا در این میون قتل و کشتاری که 34 ساله در ایران ادامه داره و جاهای دیگه، چرا یه همچه صدای قدرتمندی شنیده نمیشه آقای شریعت؟ نه، اینطور نیست که شنیده نمیشه. من 8 سال پیش به وسیله دولت اردن دعوت شده بودم به یک حرکتی که اسمش الوسطیه است، به معنی همین گروه اعتدال، همین چیزی که آقای روحانی هم در ایران فکر میکنه که چیزی شبیه اون رو درست کرده. به تشویق دولت اردن هاشمی این جمعیت سالهاست که تشکیل شده و اونجا بیش از 400 نفر از علمای اهل تسنن و شیعه جمع شده بودند. همه اونها از جمله من و از ایران، من و دکتر نصر و آقای تسخیری که نماینده جمهوری اسلامی بود و آقای محقق داماد اونجا بودیم و اعلامیه ای رو امضا کردیم بر علیه ترور، خیلی صریح. و بعد این ترجمه شد و هیئتی هم رفت با پاپ ملاقات کرد و نسخه از اون رو هم طی یک نامه سرگشاده به کلیسای کاتولیک داد و خواهان همکاری کلیسای کاتولیک با مسلمان ها برای زدودن ترور هم بود. ولی این حرکت ها کافی نیست، نیرو نداره، برای اینکه پول بزرگ نفت نه در اردن بلکه در کشورهای متمرکز که پروپاگاندا، اعمال تروریستی، تلویزیون ها و کانال های ماهواره‌ای در اختیار اونهاست و اونها امامان مساجد رو در اروپا و در جاهای دیگه تعیین میکنن. این امامان مساجد ایران مثلا به وسیله آقای خامنه‌ای تعیین میشه همه جا و اینها اگر هم نه علنی بالاخره در ارتباط با گروه هایی هستند که نارضایتیشون رو به طور پتانسیل میتوان به خشونت تبدیل کرد. در مقابل این یک حرکت بسیار وسیع اجتماعی با توان مالی لازمه و البته از این حقیقت هم دور نمونیم که برای اغلب علما و مسلمانانی که در منطقه در حقیقت مخالفت با این جریان تبدیل شدن به یک سلمان رشدی محلی و تحت تعقیب قرار گرفتن و بنابراین بیشتر اونها از بیم جانشون ساکت هستن. ولی همین مسئله بیم جان آقای شریعت مداری، ببینید اینکه لزوما حتما پول نفتی باید باشه تا صدای علما قوی بشه، این حرف جای بحث بسیار داره. اینی که در اردن کنفرانسی تشکیل شد، بیانیه امضا شد، همونطور که اشاره کردین مثبت هست، اما کافی نیست. حرف من این هستش که در خود ایران شما ملاحظه بفرمایید، در خود ایران که علمای شیعه راجع به پرواز مگس هم فرمان و فتوا میدن و اعتراض میکنن، چنانچه در زمان محمد رضا شاه چنین میکردن یا دوره های قبل از اون یا هر جا که بود. حرف من این هست که در اونجا آقای آیت الله سیستانی که با نفوذی که داره، چرا ما صدایی از ایشون نمیشنویم؟ چرا از بقیه علمای شیعه، از علمای بزرگ سنی و ما صدای متحدی نمیشنم؟ خب آقای سیستانی از انصاف نگذاریم، بر علیه ارهاب و ترور بارها اعلامیه داده، ولی مسلما یک مرجع تقلید نمیتونه بگه که من هم چارلی هستم، پاپ هم نمیتونه، از اونها نمیشه در این مورد. من حرفم این نیستش که بگن چارلی هستم یا نیستم، بله بفرمایید. ولی در موارد مشابه از انصاف نگذاریم، آقای سیستانی به خصوص در مورد ترور بارها اطلاعیه داده و این شهامت رو خرج داده که در جو متشنجی مثل عراق صلح را تا اونجایی که تونسته حفظ کرده. ولی قبول دارم که این توجیه نیست، قبول دارم که این وظیفه رو از علما ساقط نمی کنه.
ولی توجه داشته باشید که 1,600,000,000 مسلمان هستند که اسلام اونها اسلام ترور نیست. اغلب اونها میخواهند با مسالمت زندگی کنند. اغلب مسلمانانی که در اروپا هستند میخواهند به قوانین اساسی پابند باشند، با بقیه مردم اروپا در صلح زندگی کنند و بنابراین خودشون رو هم با هوشمندی توانستند که به تدریج گیجی اولیه که پس از مثلا کاریکاتوریست دانمارکی و مسلمانان اروپا حاکم بود رفع شده و صف خودشون رو مشخص کردن و بعد از این هم امیدوارم که این آژیر خطری باشه تا اونها رو متوجه خطری که بالای سرشون هست بکن. خب ببینید مسئله درست همینجاست، باز بعد میگم دوباره همون حرف هست که بیش از 1,000,000,000 شیعه مسلمان در جهان هست و اقلیتی هستن که چنین عملیاتی رو انجام میدن، تردیدی نیست نسبت به این جمعیت. اما باز حرف همینه که اون اکثریت 1,000,000,000 چجور از پس این اقلیت بر نمیان و چجور صدای محکم و رسا و قدرتمندی رو ندارن. اما این جدای از این بحث، آقای شریعت مداری عزیز، ببینید آقای السیسی، عبدالفتاح السیسی حرفی رو زد در روز تولد پیامبر اسلام در دانشگاه الازهر. سخن ایشون این بود که راجع به خطاب دینی که چجور باشه در این دنیایی که چنین هست و از جمله پیشنهاد انقلاب و یک بازنگری در دین، در خطاب دینی و دین گفت نیاز داریم ما به یک همچین انقلابی، یک ریفورم، اصلاحا یا انقلاب به طور کلی. پیش از اون اتفاقا باز رئیس جمهوری دیگر مصر بود، آقای حسنی مبارک، به غرب در دهه 90 هشدار داده بود چند تروریست تحت تعقیب رو باید به مصر برمیگردوندن، به انگلستان به خصوص هشدار داده بود که شما این تروریست ها رو پناه میدید زمانی مسئله ساز برای خود اروپا خواهند شد. به این هشدارها و هشدارهای دیگه توجهی نشد. اساسا تروریست ها گفته میشه در کشورهای اروپایی، غرب، آلمان، فرانسه و جای دیگه، از امکاناتی که دموکراسی های غربی در اختیارشون میگذارن نهایت سوء استفاده رو برای پیش بردن هدف های خودشون میکنن، برعکس بقیه که شما اشاره کردید، مسلمانانی که از امکاناتی که هست بزرگ و کوچک نهایت استفاده رو میکنن تا بچهشون به جایی برسه. به جایی 6-7 بچه، دو بچه بیشتر ندارن اما به تحصیلاتشون میرسن و برعکس اون چی که میبینیم در فرانسه یا جایی. بله، سوالات متعددی کردید. خب یک سوال هست، استفاده تروریست ها از دموکراسی غرب. بله ببینید، دموکراسی غرب مبتنی بر آزادی بیان، آزادی های فردی و حقوق بشر هست و اگر به خاطر یا از ترس تروریست ها این حقوق ها رو محدود کنه یا غرب رو تبدیل به یک محیط امنیتی بکنه که اینا نتونن به قول شما سوء استفاده کنن، فرقی با خود جوامعی که تروریست ها از اون برمیخیزن نخواهد داشت. این قیمتی است که دموکراسی برای ارزش های خودش میپردازه. ولی مسئله در اینجا نهفته نیست، مسئله در این استاندارد دوگانه است که این 50 رهبری که دوش به دوش هم و دست در دست هم در جلوی صف رژه میرفتن و ارزش های غربی و لیبرال دفاع میکردن، متحدین استراتژیکشون در منطقه نظام های توتالیتری هستند که همه این ارزش ها رو به مسخره میگیرن. اینها هرگز به این فکر نیفتادن که باید با گروه های هم ارزش تعامل داشته باشند، هرچند ضعیف، و اونها رو تقویت کنند. اینها بسیار عملگرایانه مانند تاجر به سراغ گروه هایی رفتن که چون اسلحه دارن، چون پول دارن، قوی ترن و بنابراین خیلی زودتر در سیاست میتونن اثر بگذارن، هرچند اثر منفی. این استاندارد دوگانه، این در حقیقت سیاست یک بام و دو هوای رهبران کشورها و دموکراسی های بزرگ که در داخل کشور خودشون دموکراسی میخوان ولی متحدینشون
در کشورهایی که دموکرات نیست، افراد دموکرات نیستن، طبعا چنان ناباوری نسبت به دموکراسی متاسفانه در خاورمیانه و در کشورهای دیگر میپراکند که نسل سوم مهاجرینی که در فرانسه یا در آلمان بزرگ شدن به قدری ناباورن نسبت به ارزش‌های دموکراتیک که جلب گروه‌های مثل داعش و القاعده میشن. به این عدم صمیمیت در دفاع از ارزش‌ها هزینه دموکراسی رو برای دفاع از خودش دو چندان میکنه و دموکراسی‌ها رو بسیار آسیب پذیرتر میکنه. این ناباوری اونهاست نسبت به سیاست‌های غرب که باعث میشه به گروه‌های تروریست بپیوندن. از جمله بله، مسئله این هست که انداز جامعه شناسی نسل سوم اینجا از یک طرف اغلب خودش رو در کوران ترقی اجتماعی دچار موانع بسیاری میبینه، از لحاظ فرهنگی حتی از جوامع اروپایی با دید برابر بهش نگریسته نمیشه، از لحاظ سیاسی در خودش فشار بیشتری احساس میکنه و از لحاظ ارزشی هم ارزش‌های غربی رو وسیله‌ای برای استیلا تلقی میکنه که هرچند که درست نیست، ولی رفتار دوگانه رهبران غربی و تاجر مآب بودن اونها در سیاست و پیش بردن رئال پولیتیک به جای یک سیاست مبتنی بر ارزش‌های غربی در حقیقت این باور رو دامن میزنه که اینها فقط وسایلی هستند برای تسلط بر ما و بنابراین ما باید اونها رو رد کنیم. متاسفانه این به طرز گسترده این سوءظن در خاورمیانه و در جوان این سوءظن های شریعت مداری تا چند روزه واقعی هست و محق هست. نه خیر، نه واقعی نه محقه. مسئله واقعی بودن نیست، ما در مباحث جامعه شناسی خیلی به واقعی بودن مسائل کاری نداریم، ما به اثر اونها کاری داریم. حتی نه چون میپردازیم به ریشه ها، شما اشاره کردید یعنی ریشه های کینه ای که در تروریست ها نسبت به غرب هست، ما کینه ای بر حق هست یا نیست؟ نه خیلی کینه ای که مثلا لوای اسلام هست و روحانیت شیعه و روحانیت برخی از روحانیون سنی به اون دامن میزنن و در مدارس اسلامی در پاکستان وجوه مختلفی داره. شما از وچی که به آتش میدمن نگاه میکنی، خب وچ دیگرش هم این هست که این آتش وجود داره که بهش میدمن، این صحیحه، ولی وجوه مختلفی داره. وچی که رهبران اروپایی میتونن درش تأثیر بگذارن بیشتر دمیدن رهبران مذهبی اسلامی نیست، اون وظیفه ما هاست که باش مبارزه کنیم. اینها ولی میتوانن صمیمیت و وحدت خودشون رو در دفاع از این ارزش‌ها نشان بدن که اینها ابزار قرار نمیگیرن. اگر با کمونیسم مبارزه دارن طالبان رو به وجود نمیارن، از فاندامنتالیسم اسلامی استفاده مقطعی نمیکنن، غول رو از شیشه خارج نمیکنن، اون وقت است که این حسن ظن رو میشه بیشتر ایجاد کرد. بله، یا حمایت نمیکنن از انقلاب اسلامی و روحانیت و انقلاب اسلامی به قول شما و به قدرت نمیرسونن کاملا. چون این هست. سپاسگزار هستیم آقای شریعت مداری عزیز، با سپاس از شما. خواهش میکنم. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا و این نکته رو هم اضافه کنیم که برای این آتش دمیدن دودش به چشم همه بشریت خواهد رفت و اما هستند در منطقه کسانی که نه به آتش میدمن بلکه آتش میافروزن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای فرد صابری، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد. خوش آمدی فرد عزیز. سلام جناب چرنگی، خدمت شما و همکاران شما در لندن و در واشنگتن. آقای صابری، موضوع اروپا
موضوع مهمترین خبرها در اروپا که در آمریکا هم طبعا بازتاب داره به شکل‌های مختلف، مسئله عملیات تروریستی فرانسه هست. بحث ما نیم ساعت پیش این بود که چه سوء استفاده یا استفاده های تروریست ها از دموکراسی غرب میکنن برای پیش بردن هدف های خودشون، برای جا انداختن گروه های خودشون. جناب چالنگی، ما قبلا هم با هم دیگه سر این مسئله ارزش های دموکراسی صحبت کردیم و مفصل در این مورد بحث کردیم. بله، قبل از عملیات تروریستی فرانسه بود. الان منظر بیشتری جلو شما هست، روبروی شما هست. این گروه های تروریستی آیا اونطور که برخی میگن علتش محرومیت هایی است که در اونجا داره، علتش مخالفت هایی است که با اخلاقیات اروپایی دارن، علتش تبعیض هایی است که وجوده، چی هست علتش؟ ببینید، شما دو تا جامعه دارین جناب چرنگی، جامعه باز به یک جامعه بسته. به این جامعه باز به جامعه بسته با هم دیگه در تضادن. جامعه بسته متاسفانه موفق شده کمیونیته های خودش رو تو غرب برنامه ریزی بکنه و یارگیری بکنه، و اینی که غرب متاسفانه موفق نشده و غرب سعی کرده دائم تدافعی سر این مسئله عمل بکنه و تدافع متاسفانه جواب نمیده. یعنی اون غرب، اون دموکراسی ها و ارزش های دموکراسی که ایدئال هایی که داشته در سال های مثلا 30-40 سال پیش اگه بخوایم بگیریم، بعد قبل از فروپاشی روسیه شوروی سابق، اینه که اونها رو از دست داده. یعنی همش تدافعی سعی میکنه برخورد بکنه و اینو تروریست ها میخوان. به خاطر همین تروریست ها موفق شدن کمیونیته های خودشون رو تو جامعه باز درست بکنن و حتی یارگیری بکنن در بعضی از کشورهای غربی که بخوان کاراشون رو انجام بدن. همین هم که نمونهش شما در فرانسه دیدین. و اگر غرب نخواد روی این مسئله پافشاری بکنه و تدافعی عمل نکنه، بلکه جامعه باز یا غرب اون ارزش های دموکراسی خودش رو بخواد به صورت کمیونیتی بره در جامعه های بسته درست نکنه، متاسفانه به شکست بزرگی خواهد خورد. و این یکی از مشکلات اساسی هست که غرب بایش مواجه هستش. و اینو جامعه های بسته و یا تروریست ها اینو قشنگ فهمیدن و اونا میخوان که غرب بیاد جامعه خودش رو ببنده و بخواد به این صورت عمل بکنه. شما میدونین که امروز شما بسیار گسترده میدیا هست و اینترنت هست و خیلی چیزها میتونن نه استفاده بکنن، و اگر بخواد غرب اینها رو ببنده، یعنی عملا خودش به یه جامعه بسته توجیه میکنه در مقابل یک جامعه بسته دیگه. به همین دلیله که غرب باید یک کار اساسی بکنه. شما دیدین تو فرانسه 50 تا از سران کشورهای بزرگ جمع شدن اونجا و به همین مسئله پرداختن. آقا تا کی؟ ما این صحبت رو قبلا هم با هم دیگه کردیم که غرب دو تا بیشتر آلترناتیو نداره، یا اینکه باید بره به سوی ارزش های دموکراسی خودش، به اینو نهادینه بکنه در منطقه و بره با آدمای دیالوگ بکنه که ارزش های دموکراسی رو میدونن، یا اینکه بخواد همینجوری که هستش تدافعی عمل بکنه و از روی حالا هر چیزی که هست یا ناچار یا با چاره که بتونه بره با اینا دیالوگ بکنه. و میدونیم که اینها دیالوگ اینا نیستن. ببینید، یک نظر وجود داره که این که نسل هایی که اومدن، مثلا الجزایری ها، تونسی ها، بقیه که اومدن از اروپا، ترک هایی که از ترکیه اومدن به آلمان اومدن، در سوئد که الان من یادم اولین باری که به سوئد رفتم 1975 بود، تعداد خارجی ها در اونجا زیاد نبود اما الان خب بسیار زیاد است. ببینید، این حرف هست که نسل های بعدی دوم و سوم جذب نشدن در جامعه. این نظر وقتی مطرح میشه با یک انتقاد ضمنی هم درش هست که متوجه جوامع غربیه که نتونستن اینها رو جذب کنن تا
تا چند اندازه این واقع بینانه است، در حالی که درهای جوامع غربی به هر حال باز به روی مهاجرینی که اومدن، حالا کمی باز، بیشتر باز، مختلف است. کمان که میبینیم علای همین درها چندین نفر به وزارت رسیدن در خود فرانسه، تونسی الاصل، الجزائری و در جاهای مختلف. و خود شما به عنوان یک ایرانی مثلا در صورت خب به عنوان عضو شوراهایی بودید، شوراهای رسمی جاهای مختلف شهرداری. ببینید جناب چالنگی، باز هم میرسیم به همون مسئله، مسئله اون ارزش های دموکراسی و ارزش های جامعه های بسته است. اینه که چرا اینها نسل جدیدشون تو این جامعه ها میان و به اینها پناه میبرن، یعنی به تروریست ها پناه میبرن. اینه که اون جامعه بسته، یعنی تروریست ها که در اونجا هستن، اونها سعی میکنن از ضعف این جامعه ها استفاده بکنن و سعی کردن که کمیونیتی هایی درست بکنن که این رابطه رو برقرار بکنن بین خودشون و افرادی که تو اون جامعه متاسفانه عقب موندن و نتونسته اون جامعه به اینا ارزش بده، یعنی اون ارزش دموکراسی واقعی که جامعه های باز داره، بتونه به این نسل جدید اینا رو بهشون منتقل بکنه. به همین دلیل اونها سعی کردن که این کمیونیتی هایی که درست کردن بیان در جوامع غربی و بتونن از این جوان ها استفاده بکنن و استفاده های ابزاری بکنن از اینا. الان شما ببینید در هر کشوری که شما نگاه میکنین، در فرانسه، در سوئد، در آلمان و کشورهای دیگه در اروپا، این مشکل اساسی وجود داره. و این مشکلی که من بعضی‌ها رو دیدم که این روزها بحث میکنم و مسئله اسلام اینا رو میکنم، به نظر من اصلا مسئله اسلام اینجا نیست. تروریست از زمان گذشته، شما خودتون بهتر از من میدونین، همیشه بوده و از زمان چی میگن خیلی 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 بیشتر از اینا بوده اینا، ولی به صورت کمیونیتی نبوده، یعنی اینجوری که الان همه چیز وجود داره، ترانسپورت اینترنت و اینا وجود نداشته اینا. بله به هر حال تروریسم بوده، اما الان هر کدوم به شکلی بوده، تروریسم مارکسیستی بوده، تروریست های دیگه ای بودن و شکل های اون عناوین مختلفی داشته. امروز بیرق اسلام رو در دست گرفت، گروه های مثل داعش، همین تروریست های پاریس بیرق داعش و القاعده و جای دیگه رو در دست گرفتن، یعنی با یک اندیشه و یک هدف تغییر دنیا اومد. درست غلط، میرسن نمیرسن، بحث دیگه است. اما برگردیم به سوال اول، آیا این درهای جامعه غربی به روی کسانی که اومدن بسته است یا نه عوامل دیگه توی خودمون جمعیت ها هست که بازدارنده است که جذب اجتماع بشن؟ از جمله در خود سوئد، شما در سوئد مثلا شما تا این 15 سال اخیر اقلا من 3 مورد قتل های ناموسی دیدم، شنیدم، خبرش رو داشتیم. در همین فرانسه در منطقه دختر مسلمانی رو آتش زدن به خاطر اینکه با پسر دیگه بیرون رفته بود. در لندن همینطور. علت کدومه؟ بسته بودن درهای جامعه غربی برای جذب نسل های جدید مسلمان، یا اینکه رسوبات نادرستی که در ذهن اونها هست، حالا به عنوان دین اسلام یا هر عنوانی روش گذاشته؟ ببین جناب چالنگی، یعنی ذهنیات که همیشه در هر جامعه وجود داره، ولی بستگی داره که شما با چه ارزش هایی با این ذهنیت مبارزه بکنید. شما اگه با ذهنیت های دموکراسی خواهی، به ذهنیت های ارزشی غرب که همون جامعه باز هستش بریم باش مبارزه بکنین، به مبارزش این نیست که فقط یک میدیا بزنین یا بشینین تئوری بگین یا چیزهای دیگه، اینی که باید عملی پرکتیک باید کار کرد، یعنی کمیونیتی هایی باید درست بکنن جامعه غربی در اون منطقه، در اون جاهایی که این مشکلات وجود داره، و بتونن اون ارگان هایی که این کاری میکنن اونا رو خونسا بکنن. شما نگاه بکنین از زمان قدیم، اگر شما قبل از من گفتم قبل از فروپاشی روسیه، وقتی شما نگاه بکنین زاخاروف یا نمیدونم واکسرهاور، اینایی که تو زندان بودن، اینها مبارزه میکردن و مشکلات اونجا خیلی هم سخت در زندان براشون میگذشت، ولی یک چیزی میدونستن که غرب با ایدئال ها و ارزش های دموکراسی داره میاد به جنگ،
شوروی سابق. به همین دلیل بوده که اینها تونستن طاقت بیارن به مبارزه بکنن. ولی امروزی شما نگاه میکنید ارزش های دموکراسی اصلا معنی نداره، یعنی غرب ارزش های دموکراسی خودش گذاشته کنار و سعی کرده همش با دیالوگ کردن و ساختن و با نمیدونم بازی های سیاسی و ساختن سیاست های مختلف به خاطر همین شکست خورده. شما ببینید، خب بهار عربی درست کرده، خب این بهار عربی شما نگاه بکنید جوابش چی بوده، رسولتش چی بوده، نتیجهش چی بوده؟ نتیجهش این بوده که ازش یه همچه چیزایی در اومده. خوب اگر شما بهار عربی رو درست میکردی همزمان باید پارالل با اون یا موازی با اون به قول معروف باید کمیونیتی درست میکردی که بتونی ارزشهای دموکراسی رو ببری در اون جامعه و بتونی دیالوگهای درست دموکراسی انجام بدی. به این کار غرب نکرده، متاسفانه امروز گریبانگیر خودش شده. من در مصاحبه قبلی هم خدمت شما گفتم اگه غرب بخواد به همین وضعیتی که 36 سال پیش که از ایران شروع شد و نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی وارد کشور ما شد و از اونجا شروع شد و منطقه شروع شد به فروپاشی به این صورت، یعنی تروریست به وجود اومد و تروریست های با نام های مختلف درست شد، این کار را انجام شد. خب مگه خود جمهوری اسلامی در آرژانتین کمیته یهودی ها رو اینجا منفجر نکرد؟ یعنی همه آدم مردن. جایی که در لبنان نشد، مگه در عربستان سعودی نشد؟ شما همه اینا رو در نظر بگیر. اون موقع بود که میتونست غرب جلوی این کار بگیره. یعنی من فکر میکنم هنوز هم البته دیر نشده. این مشکل اساسی ما جناب شاهین. خب الان وظیفه اولیه همین وظیفه بلافاصله جهان غرب در برابر اتفاقاتی که افتاده و مثل همون بوکو حرام که اشاره کردید، بردن دختران و به حراج گذاشتن دختران ایزدی توسط داعش، وظیفه اولیهشون چی هست؟ اولا که بودجه زیادی باید بذارن جناب چالنگی، فقط نباید غرب به پول و ریال پلیتیک فکر بکنه. در اختیار کی؟ در اختیار کمیته هایی باید درست بکنن و این پول در اونجا بذارن و گزارش بخوان و اون کمیته ها بتونن کار بکنن در اونجا، کمیته هایی که ارزش دموکراسی غربی و ارزش جوامع باز رو اونجا یاد میده و تدریس میکنه اونجا و میتونه اونها رو به مدرنیته تبدیل بکنه اینا. ولی اگر شما بخوایم نه فقط به خودت فکر بکنیم، به پول، به ریال پلیتیک، فقط خودم جامعه من بازه، خودم با خودم معامله بکنم، خوب آخرش همین میشه. و شما نمیتونی امروز نمیتونی شما دنیا رو ول بکنی همینجوری به امان خدا بگین حالا که شد بذاریم خودشون برای خودشون. یه مشکل بزرگی رو باید خدمت شما بگم. همین چند روز پیش صحبت بود با یکی از دوستان پارلمانی من، داشتم صحبت میکردم، بحث ما این بود که نه آقا افکار اونها اینجوری، اونها اینجوری دوست دارن زندگی بکنن، این اشتباهه. من بهشون گفتم سوئد آقای فرید، بله گفتم آقا شما بر اساس چی میگی که اونها اونجوری دوست دارن؟ کی دوست داره که اینجوری آواره زندگی بکنه، 10 میلیون آواره بشه؟ کسی دوست نداره اینجوری زندگی بکنه. اینی که ارزش های دموکراسی که اینها داشتن از 30 سال 35 سال قبل، اگه برین شما خودتون بودین در داخل ایران، جورنالیست بودین اونجا، به کشورهای مختلف عربی بودین، آیا واقعا بس اینجوری بود که امروز هستش؟ به این صورت بود؟ امروز وضعیت خیلی بدتر شده، با اینی که جامعه جلوتر میره، عوض اینکه بهتر بشه بدتر داره میشه. اینی که من فکر میکنم باز هم باید اینها برن رو کمیته های ارزشی درست بکنن و بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن و آدمایی که واقعا واردن، این تینک تانک های مختلفی که در آمریکا در اروپا وجود دارن، به اینا بیان کمک بکنن و بتونن این ارزش های دموکراسی جامعه باز رو ببرن فوروارد بکنن، ببرن اونجا و بتونن اونجا رو رشد بدن اینا. در غیر این صورت این کمیونیتی هایی که این جریانات توریستی درست کردن جناب چالنگی، اینها موفق خواهند شد و موفقیت اینها اینه که جامعه باز بخواد کشور خودش رو ببنده، مرزهای خودش رو ببنده. اون موقع که شما دیدین جامعه باز درهای خودش رو بست، مرزهای خودش رو باز، کشور امنیتی کرد، یعنی که این کمیته های تروریستی اینا موفق شدن و اینا میخوان که جامعه باز این کارو بکنه، خودش رو ببنده. اینا تمام مشکلات در این وجود داره، ولی اینو باید متاسفانه سیاستمدارای دنیا متوجه بشن که نیستن اینا. ولی خیلی بحث تو همین فرانسه شد، تو همین چند ببینید یک جمله‌ای هستش که
نسبت داده میشه به امام سوم شیعیان. این جمله رو از زبان روانشاد خسرو گل سرخی ما شنیدیم در دادگاه. اینی که خسرو گل سرخی اعدام شد یکی از زشت‌ترین کارهایی بود که به هر حال انجام شد. چرا؟ صحبت و بحثش بعدن هست، میتونیم روزی بپردازیم. اما در این حال این جمله رو مارکسیست های ایرانی و بسیاری جامعه روشنفکری اون زمان من یادم هست و الان هم رواج داره در بسیاری که ان الحیات عقیدتون و جهاد، یعنی تعریف زندگی هست عقیده، ایدئولوژی و جهاد، یعنی رفتن و کشتن کسانی که مخالف ایدئولوژی تو هستن، عملی که امروز روز داعش انجام میده، عملی که بقیه گروه های تروریستی اسلامی امروزه انجام میده. خب یک همچین نگاه و یک همچین بینشی که وقتی وجود داره که کسی که مخالف افکار من هست، وظیفه شرعی من هست که برم و اونو باش بجنگم تا حد کشتنش، این تا چه اندازه پیش برنده سیاست هایی مثل سیاست دولت ایران هست که میبینیم چه قتل های انجام داد، از شاپور بختیار بگیرید، دکتر سیروس الهی، عبدالرحمن برومند، شرفکندی، فریدون فرخزاد، کاظم رجوی، بای احمدی و بسیاری دیگه ای که خلبان محمدی و بقیه دیگه. این تا چه اندازه این رو شما الان در دنیای معروف به دنیای اسلام میبینید، کسانی که اسلحه به دست گرفتن به قتل، به جنگ مخالفان عقیدتیشون رفتن. ببینید شما، این جریان زمان گل سرخی اینا نیست، شما باید برگردیم به زمان حسن صبا بوده این جریان، اون جریان قله علموت و حسن صبا و این داستانا که خودتون بهتر میدونین این مسائل رو، یعنی تروریست از اون زمان بوده، ولی اینه که ارگانیک کردن خودش و به صورت ارگانیک و به صورت یک دولت در اومدن، این مشکل اساسی ماست. این بوده که ما به غرب دائم هوشیار میدادیم که آقا دولتی، نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی هستش و این پشت پرده از تروریستا پشتیبانی میکنه، پول پله میده به تروریستا، جا و مکان میده به تروریستا، به همین دلیله. ولی غرب گوش نکرد، غرب اینقدر گوش نکرد که شروع کردن تروریستا به صورت کوچیک کوچیک با انواع اقسام نامها، بوکو حرام، داعش، القاعده، الجهاد، حزب الله، اینها شروع کردن جاهای مختلف رشد کردن و رشدشون هم این شده که بر اساس اون پشتیبانی که داشتن کمیونیتی درست کردن برای خودشون و اومدن با این کمیونیتی ها در غرب، در جاهای جامعه های باز شروع کردن چی کار کردن؟ شروع کردن یارگیری کردن، از نمیدونم استاد گرفتن تا نسل جوان گرفتن، آوردن بردن و این کارا رو انجام دادن و جامعه باز رو شروع کردن، قسمتی از جامعه باز رو مصموم کردن و فهمیدن که مشکل جامعه باز در کجاست. جامعه باز مشکل اکونومی، ما مشکل اساسی ما که شما گفتین زمان آقای گل سرخی، بله از همون زمان باید جلوش گرفته میشد، از همون زمان باید شما کمیته هایی درست میکردی، جامعه های باز باید کمیته های ارزشی دموکراسی درست میکردن، بحث را مینداختن و در مقابل این اندیشه و این ایده ها وامیستاد اینا، که متاسفانه نکرد، اومد زده بند کرد با این سیاست، با این سیاست زده بند کرد. وقتی شما با این سیاست ها زده بند بکنی، بده بستون بکنی، آخرش این میشه. و استقبالی که از یکی از قاتلان دکتر شاپور بختیار در تهران شد، علی وکیلی راد، وزارت خارجه روحانیت شیعه، ولی فقیه، استقبال از یک تروریست شناخته شده، محکوم شده در تهران. آقای قشقاوی رو میبینیم در کنار این تروریستی که از زندان آزاد شد و به تهران بازگشت. سپاسگزاریم فرد عزیز، فرد صابری عزیز. منم تشکر میکنم ازتون و از دوستان شما. با ما در تماس باشین.
با نشانی که روی صفحه میبینید برای ما پیام های خودتون رو بفرستید، در برنامه ها منعکس خواهد شد، بازتاب داده خواهد شد، چنانچه از مهمانان پرسش هایی دارید بنویسید، با اونها در میون خواهیم گذاشت به نام خودتون اگر مایل هستید، و هر گونه نظری که دارید حتما مورد توجه قرار میگیره. این برنامه برنامه خود شما هست، تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان، آسماری کوهساران دراک، الوند کوه، هزار مسجد و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.